شانه های اخلاص در مفاهیم عملی، یعنی در عمل انسان گاهی وقتا مرتبط با چی هم میشه؟ در ایمانداری هم میشه، بیشتر در اعمال هم هست. یکی که انسان مسلمان از شهرت بترسه، یعنی انسان مخلص کسی است که میترسه که مشهور شوه، برعکس انسان ریاکار کسی است که خوش داره مشهور شوه. خیلی از مردم هستن کلی خودم ایده میکنم که مشهور شون، نه اینا مخلصن، هرگز مخلص. از انسان مخلص از شهرت میترسه، پس همین که گاهی وقتا چگونگی وسوسه شیطان در این حالت هم انسان درک میکنه، نه مثلا وقتی شما یک کار میکنین باز یک کسی میاد شما را مدح میکنه، توصیف میکنه، خوشحال میشین، میگه به خدا سعی کنه کل مردم خبر شن که متی یک آدم چه گپ کلان است، نه و این رقم انسان چی داره؟ خوش داره که مشهور شه. این نشانه چیسته؟ نشانه ریا. و اگر یک نفر از مشهور شدن میترسید و وقتی مشهور شد ناراحت بود، اینی مخلص است. صحابه همی رقم بودن، خب وقتی از صحابه در یک جایی به خوبی یاد میشد بسیار ناراحت میشد برشان. اگر ما شما را یک نفر توصیف کنه چی؟ بابا با تو خوشحال میشه. این نشانه چیست؟ نشانه عدم اخلاص است. دقت کردن به خاطر چی؟ شما موارد او حدیث برای مثلا میشنیده باشین، نه که شریعت اسلامی خیلی تشویق میکنه انسان که بعضی از اعمال مثلا مستحبی چی باشه، هر قدر مخفیانه تر باشه بهتر است. چرا؟ دلیلش ایست که مخلصانه تر باقی میمانه. دقت کردین؟ و انسان های ریاکار باز اعمال پت پت کرده نمیتونن. برعکس انسان های مخلص خوشن که در خفا باقی بمانن و هر قدر کار میکنن، هر قدر بزرگی دارن، هر قدر علم دارن، هر قدر ایمانداری دارن، ایمانداریشون به مردم تبارز پیدا نکنه. پس ترس از شهرت نشانه اخلاص است و دوست داشتن شهرت نشانه بی اخلاصی است. در وجود انسان ها کدامش بیشتره؟ در وجود هر کدام شما خود ما قضاوت کنیم.